در چند روز گذشته اطلاعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد دسترسی مردم ایران به اینترنت استارلینک در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عنوان شده. امیر گیتی در گفتگوی کوتاه با مهدی یحیی نژاد به بررسی همین موضوع پرداخته. آقای یحیی نژاد، الان خیلی صحبت از این میشه که ماهواره استارلینک در ایران اکتیو شده، فعال شده، حتی شایعی شده بود که خیلی وصل شدن، نقطه های سبزی برای یک نقشه بود. اون ماجرا به چه شکلی بود؟ در این مورد که اکتیو شده شکی نیست، چون که خواهم ایلان ماسک اعلام کرده و همینطور یک فرد دیگه ازش پرسیده بود و در این مورد مطمئنیم که فعال شده، حداقل ادعای استارلینک اینه که اکتیو شده. در این که یک نقشه منتشر شده بود که تعداد نقاط زیادی روش بود که نشون میداد که این آنتنا تو ایران هستن، اون نقشه فیکی بود و واقعیت نداره چنین چیزی. یک وبسایتی بود که هیچ ربطی به استارلینک نداره و یک سری نقاط رو اونجا منتشر کرده به عنوان نقاطی که اینا توشون استارلینک هست و تو روی ایران. این صحت نداره. اینکه آیا در ایران تست شده تا الان به طور موفق، چیزی که اطلاع نداریم. ممکنه کسی تست کرده باشه ولی تا الان چیزی منتشر نشده، اعلام نشده. آیا اصلا استارلینک الان امکان این که بخواد به گوشی موبایل مستقیم، میدونم قرار اتفاق در آینده بیفته با ورژن دوم ماهواره استارلینک، الان همچین امکانی وجود داره؟ الان اصلا چه امکانی نیست. یعنی این تکنولوژی بعدی استارلینک هست، در اطلاعات که من دارم فعلا داره در این چیپ های این تکنولوژی داره توسعه داده میشه و طراحی میشه و حداقل یکی دو سال طول میکشه که به مرحله اجرایی برسه. یعنی شاید دو تا سه سال دیگه این رو بتونیم توی بازارها ببینیم. آقای یحیی نژاد، من خاطرم اینه که تا همین چند وقت پیش میگفتن اگر استارلینک فعال هم بشه نیاز به سری از بوسترهای زمینیه که روی زمین بتونید ارتباط ماهواره ها رو یا حالا تقویت بکنه یا اینکه برقرار بکنه، ولی چند وقتی است که گفته میشه از طریق لیزر با هم ارتباط برقرار میکنن و دیگه نیازی به اون نیستش، که کنترل حکومت ها هم خب به حال طبیعتا کمتر هست. بله، ظاهرا که این نیاز مرتفع شده و دیگه اون رله های زمینی که قبلا نیاز بود به اون شکلی نیاز نیست. این جاهایی رو میتونن پوشش بدن که لزوما اون مراکز زمینی دیگه وجود ندارن. و تو مورد ایران، چون میدونیم حکومت ایران همکاری نخواهد کرد با استارلینک و اجازه چنین مراکز زمینی رو نمیده و اینها بالا تکنولوژی جایی که دارن که از ماهواره به ماهواره میتونن با هم صحبت کنن یا حالا به شکل دورتری با این مرکز زمینیشون در تماس باشن، این مشکل رو حل کردن و جایی مثل ایران رو الان به راحتی میتونن فراهم بکنن چنین چیزی. تو مورد اوکراین هم دیدیم که خیلی سریع اینو روشن کردن، در واقع اصلا لازم نشد که حالا بخوان کار خاصی بکنن، فقط این پوشش رو فراهم کردن رو اوکراین و عملا در عرض چند روز این اتفاق افتاد و شروع کردن به ارسال محموله های آنتن هاشون در واقع به اون کشور. پس بنابراین ما میتونیم امیدوار باشیم که پروژه مثل پروژه اوکراین در مورد ایران هم در صورتی که لزوم باشه از طرف مثلا دولت آمریکا انجام بشه و مردم بتونن خیلی سریع دسترسی پیدا بکنن به اینترنت. بله، تا زمانی که مردم بتونن اون سخت افزار رو پیدا بکنن و به ایران ببرن، فکر میکنم دیگه مشکلی نباشه و بتونن تو ایران هم استفاده بکنن از خدمات استارلینک.